درود بسیار به همه یاران، همراهان، منتقدان، اونایی که از برنامه خوششون میاد. امیدوارم که در هفته گذشته برنامه های ما مورد توجه شما بوده. میبینید چند تا آگهی هم دارید، میبینید از برنامه های جدیدی که خواهید دید، برنامه هایی که نگاه به خانه پدری داره، تصاویری از چهارسوی ایران، همینطور برنامه های دیگه داریم، ماندگاران داریم که به زودی خواهد اومد، از چهره های ورزشی سرزمینمون که جاودانه شدن و همون تیم برنامه سوت تهیه کرده که امیدوارم به زودی اونو ببینید و همینطور برنامه های دیگری که به مرور شاهدش خواهیم بود. در این حال یک برنامه ریزی جدید داریم میکنیم که شاید بتونیم خبر رو به روزترش بکنیم. البته در سایتمونم اگر برید سری بزنید، سایت ایران فردا، یه پیج خبری داریم که خبرهای آخرین لحظه در اونجا هست، از همه خبرگزاری‌ها داخل و خارج کشور، از همه سایت هایی که خبر پخش میکنن، گلچینی رو شما در اونجا ملاحظه خواهید کرد، به اضافه دو سه خبر اصلی که تولید خودمونه. خیلی محدودیم واقعا. اگه شما بدونید که بر ما چه میگذرد تا یک ساعت برنامه بیاد رو آنته، و باز دو نکته رو میگویم، در تلویزیون ایران فردا سانسور وجود نداره، همه همکاران من اون اصول طلایی رو رعایت میکنه و به همین دلیل ما سانسور نداریم در اینجا، و همینطور صداهای شما هیچ ترتیبی و هیچ آدابی و ترتیبی مجبور، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی و پخش میشه، منتها گفتم فقط اون اصول رعایت بشه و اون اصول که رعایت شد هیچ مسئله نیست، اونم من نظارت نمی کنم، آرش هست، خودش میبینه و میشنوه و برای من میفرسته. اجازه بدید چون پیام ها خیلی زیاده بریم سراغ پیام ها، منتها من یه نکته رو میگم. دوستان عزیزی که میخوان من باشون تماس بگیرم و شماره تلفنشون رو میگذارن، اولا سعی کنن اونو در پایان پیام بگذارن، یه بار هم تکرار کنن، چون گاهی اوقات صداشون باعث میشه. من هفته گذشته به یه دوستی چندین نوبت تلفن زدم ولی تلفن اشتباه بود، چون شاید گوش من یک دو تا شماره رو اشتباه میشنید یا بد ادا شده بود. اینه که اگر دو سه نوبت بگید، دو نوبت بگید خیلی بهتره. بندم بخت این رو پیدا میکنم که به سخنان پر از مهر شما گوش بدم. اجازه بدید بریم به دیدار شما، بریم به جایی که صداهای دلنشین شما برمیخیزد و بر دل و جان مینشیند. هموطن عزیز، عرض ادب و احترام خدمت دکتر نوری‌زاده، انشاءالله که حالتون خوب باشه و همچنان در تداوم برنامه هاتون موفق باشید. جناب نوری‌زاده، عرض داشتم خدمتتون و اون این که این اوباما واقعا اقتدار و بزرگی کشوری چون امریکا رو به خاطر اون نداشتن صلاحیت رئیس جمهوری زیر سوال برده. شما ببینید در زمان بوش پدر، بوش پسر، رگان، چه اقتداری کلینتون داشت این امریکا، ولی الان چی؟ الان هر کشوری ساز خودش رو کوچ میکند. ما میبینیم که روسیه جزیره کریمه رو برای خودش میگیرد، از اون ور کره شمالی میاد اون بمبای انرژی رو میاد اونجا یه آزمایش میکنه، از اون طرف میبینیم چین در مورد دریای زرد اون کارا رو میکنه، از این طرف کشورهای عربی بدین صورت، از این طرف شب تصمیم میگیرد اوباما تصمیم میگیره که اسد و بشار اسد رو برش داره، فردا میبینیم که پشیمون میشه. از این طرف هم که میبینیم ایران چه کشورها دخالتهایی در کشورها داره انجام میده. من فکر میکنم این داره واقعا اقتدار این امریکا رو از بین میبره.
ای کاش جمهوری این شخص به زودی های زود تموم بشه. با تشکر از برنامه‌تون. دوست من، آقای اوباما زمان درازی نداره، میره، ولی آنچه در نگاه من و شما نشانه ضعف آمریکاست، از نگاه آقای اوباما و طرفدارانش نشانه اینه که آقای اوباما بدون اینکه خونی بریزه، بدون اینکه به جای حمله بکنه، جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کرد و روسیه رو وارد بازی کرد. یعنی دنیای یه طرفه از نگاه آقای اوباما و اونایی که به این باور پیوستند، اون دنیا دنیای خوبی نبود. یه نفر تصمیم میگیره فردا بره جنگ کنه و میرفت و این مصیبت رو بر منطقه وارد میکرد. الان شما نگاه کنید، یه فیلمی آمریکایی‌ها ساختن به نام گرین زون، فیلم فوق‌العاده است، واقعا توصیه میکنم ببینید این فیلم رو. در این فیلم نشون میده که همون آغاز حمله آمریکاست، به دنبال سلاح شیمیایی هستن و سلاح اتمی، و اونجا نشون میده که یکی از جنرالای صدام قبلا در اردن بهشون گفته بوده ما هیچی نداریم، قبل از جنگ ما همه رو بعد از جنگ کویت نابود کردیم، ولی چون غرض حمله بوده حمله انجام میگیره. آقای اوباما اینطور نگاه نمیکرد. آقای اوباما، من حداقل در مورد جمهوری اسلامی این رو دیدم که آقای اوباما با تحریم‌ها جمهوری اسلامی رو به تسلیم وادار کرد. حدیث نیکو بعد ما نوشته خواهد شد، زمانه را قلم و دفتری و دیوانی است. ممنونم. هموطن بعدی. پیر خدمت جناب دکتر نوری‌زاده و مجموعه تلویزیون ایران فردا، از آقای دکتر نوری‌زاده خواهش دارم در مورد یک فرد می‌خواستم یه نگاه توضیح بدم. خیلی عصبانی خوشتر من بودم تماس می‌گیرم در مورد این آقای، حالا اسم آقا رو می‌گردم دیگه، در مورد علیرضا زاکانی خیلی دیگه عصبانی رو خوش کرده. اگه میشه یه نگاه توضیح بدین در مورد این فرد، ما یک چند برنگ خنک بشیم. بله، من برای دلخونک شدن شما نمیگم فقط، ولی علیرضا زاکانی فاجعه است. علیرضا زاکانی چه اون زمانی که در سپاه بود و در اطلاعات سپاه کارش پرونده سازی برای آزادگان و آزادی خواهان بود، به خصوص در دوران آقای خاتمی، و چه در زمانی که مجلس اومد، جز مصیبت برای ما نداشته. اظهار نظر او در این رابطه که 4 پایتخت عربی مال ماست و به زودی پنجمی رو میگیریم، یعنی ریاض رو، و همینطور این که ما الان، بله ما رسیدیم به مدیترانه و باب المندب هم دست ماست، عاملی شد برای این عملیاتی که در یمن شاهدش هستیم. آقای زاکانی به اعتقاد من یک خیانتکاره به وطنش، و این به هر حال امیدوارم ما شاهد حضور دوباره چنین افرادی در مجلس اسلامی نباشه. ممنونم دوست من. نفر بعدی. الان سلام عرض میکنم، فیلمان هستم، از ایران زنگ میزنم. راستش ضمن دادزنی از آقای نوری‌زاده بخاطر سالها زحمت ایشون و دانش ایشون و نظرات ایشون که ما سالها استفاده کردیم، خواستم عرض کنم که ما با زحمت زیاد برنامه رو ارسال با این هم پارادیت و این حرفا که هست دریافت میکنیم، و همونجوری که همیشه از آقای نوری‌زاده انتظار میره، من این برنامه خیلی دوست داشتنی، من برنامه پنجره رو به خانه پدری رو بسیار دوست دارم. ما راستش روز دوشنبه اون برنامه که آقای شهبال شفره انجام داد، به نظر من در اندازه های این برنامه و این تلویزیون نبود. خواستم اینو عرض کنم که اگر ممکنه بنا به روال قدیم همیشگی و با همون پرستیژ همیشگیش اداره پیدا کنه، بسیار متشکرم میشم. قربون شما، شبتون بخیر. سپاسگزارم دوست من. خوب شد شما اینو مطرح کردید. من براتون گفتم من همه برنامه رو میبینم، سانسور نیست، ولی حداقل من باید این برنامه رو مشاهده کنم. به علت تفاوت ساعت و اینکه بعضی از برنامه در آمریکا تولید میشه یا در فرانسه،
بعضی وقتا زمانی که این برنامه ها میرسه فرصت کافی برای این وجود نداره که در وقتی بخوان ترانسفرش بکنن یا کوچیک و بزرگش بکنن حجمشو که من برنامه رو ببینم، به خصوص برنامه که دوشنبه پخش میشه وقتی بامداد یک شنبه به دست ما میرسه فقط اون مسئول فنی میتونه اون کارهای فنیشو بکنه. من برنامه شهبال رو خیلی دوست دارم از روز اول فهم، چون اصولا شهبال رو دوست دارم. شهبال یه دوست قدیمی و عزیز منه و از روز اولی که تلویزیون رو پایه گذاشتم شهبال میدونه. وقتی رفتم امریکا اولین کسی بود که باش صحبت کردم و خواهش کردم همکاری بکنه. تمام مدت هم برنامه‌اش رو میبینم و لذت میبرم. ولی همونطور که با خودش صحبت کردم تصور میکنم این برنامه به نوعی در قالب شهبالم نبود، خودش هم تصدیق کرد. برای اینکه آقای سپهر که برای ما هم کار میکنه در استودیوی آقای لیمونادی، ایشون یه مشکلی داشته با آقای امیر قاسمی. جای طرح این مشکل در تلویزیون ایران فردا نبود. من برای آقای امیر قاسمی بسیار احترام قائلم، ایشون همیشه به من محبت داشته، کارشو به عنوان یک کار حرفه‌ای همیشه تقدیر کردم. ایشون در کار سیاسی نیست ولی در همون کار هنری و در کار اجتماعی و صحبتهایی که میکرد، مصاحبه‌های بسیار جالبی که داشت و همینطور تلویزیون خیلی دیدنی که داشت از نظر یه تلویزیون که انترتینمنت پخش میکرد. من در اوج زمانی که علیه او و آقای حمید شبخیز موجی ایجاد شده بود از هر دوی اینها دفاع کردم، به جهت اینکه کار قشنگی انجام میدادن، یه کار حرفه‌ای و بسیار زیبا. و بسیار متاسف شدم وقتی که آقای امیر قاسمی و آقای جمالی با مشکل روبرو شدن و ناچار تلویزیونشون تعطیل شد، بعدم به صورت مطلوب خودشون که در ایران پخش بشن و در دنیا این کار عملی نشد و من خیلی تعجب کردم. البته در این برنامه اینو بگم، شهبال مطابق همون منش و شأن خودش اصلا حرفی نزد، او صحبت میکرد ولی آقای سپهر بود که شکایاتش رو، چون آقای سپهر پرودیوسر برنامه شهبال هم هست و شاید دلش گرفته بوده، درد دل کرده و شهبال هم روی مهر و دوستیش این کار کرد. ولی در هر حال میخوام بگم برنامه شهبال شهبره که میلیون ها بیننده داره، برنامه ایست که یه نگاه متفاوت به هنرمندا داره، باهاشون حرف میزنه. خود آقای امیر قاسمی مهمان برنامهش بود و با هم دوستن. بنابراین دوست عزیز، اگر شما و عده دیگری که به من ایمیل زدن از این ماجرا، نمیدونم پیام دیگه هم دادن یا نه چون من نشنیدم پیام ها رو، ولی در هر حال این رویه ما نیست. من اون دو اصل طلایی رو همیشه بهتون گفتم، به ویژه آن که اتفاقاتی که رخ داده بود اصلا ربطی به نه هنر داشت نه ایران فردا. درگیری بود بین کارمندی با کارفرماش، بین مدیر تلویزیون و فردی که براشون کار میکرد و این اونجا تشکیلات قانونی هست، ترایبیونال هست، میرن گوش میدن، تفاهم برقرار میکنن یا دوستانه با هم میشنن صحبت میکنن. طرحش برای میلیون ها بیننده که یک هفته میشینن گوش بدن شهبال از چهار گوشه هنر براشون بگه، از پس پرده آوازها و ترانه ها و سازها، اون خب یه بار شد، هیچ اتفاق. سه سال شهبال هر هفته یک برنامه پربیننده و پربار رو ارائه میده. در حال من از شما خواهش میکنم این مسئله رو یک خطا بدونید و مسلما تکرار نخواهد شد. در این حال از آقای امیر قاسمی هم میخوام که به دل نگیره، هیچ قصدی در کار نبوده، شهبال دوست ایشونه و بنده برای آقای امیر قاسمی احترام قائلم. هموطن بعدی، دکتر جون سلام، خسته نباشید. دکتر میرزاده عزیز، میخواستم در مورد بازنشسته‌های زباهن هم یکم صحبت کنیم. این ماه هست که حقوق نگرفتن، دو تاشون در اثر رفت و آمد بین تهران و شهرستان از دین یاد می کنم. ما که صدا هم بجایی نمی رسه، هر چی هم داریم جا بیزنیم تا جمعون کنیم که توجه نمی کنیم.
لطف کنید شما از این برنامه یه توصیه ای این مسئولی ما بکنید که بابا تو این تورم 45% چطور میشه بدین این که 3 ماه حقوق نگیری زندگی بکنید؟ یه کوچکترین توجه به این وضعه هم نمی کنم. اونم کجا کارخونه زباهن؟ متشکرم دوست من. چون در این مورد یه اطلاع شخصی دارم، بذارید به اطلاعاتون برسونم. وقتی پادشاه فقید ایران تصمیم گرفت گازی رو که داشت همینجوری میسوخت میرفت و به روس ها بده و جاش زباهن بگیره، خیلی ها مثل همیشه نق و نق و بعضی هم نه آقا دروغه، اومدن روس ها اومدن. پدر یکی از دوستان من که یه قوم نزدیکش هم کلاسی دانشکده من بود، میتونم اسمشم بیام، آقای سجاد، پدرش یه هتل بزرگی در اصفهان داشت که تمام این کارشناسان روسی در این هتل بودن و ما یه بار رفتیم اونجا و چه هتل شیک و عالی هم بود، ساحل یا یه همچی چیز اسمش بود، تعداد زیادی هم اتاق داشت، مدرن و شیک، این روسا اونجا بود. بعد برای من جالب بود که یک کارشناس ارشد روس اونجا داشت صبحانه میخورد و یک کارشناس ایرانی و یک کارمند ایرانی هم نشسته بود صبحانه میخورد. چه احترام و اعتباری ایرانی ها داشتن، چه حرمتی براشون قائل بودن. خودش ها مرتب سر میزد اینجا رو ببینه که پیشرفتش چجوری بود. در کنار اون شاهین شهری درست شد که زنده یاد عبدالرحمن برومند و برادرانش برپا کردن، خانه های کارکنان، چه تشکیلاتی. مرحوم عزیزالله اثناعشری، دوست نازنینی که هنوز فقدانش رو باور نمی کنم، اونم اونجا مسئولیت اون پروژه رو داشت. شهری ساختن در اونجا در پیوند با زباهن و این زباهن چه برکتی برای کشور ما داشت، صنایع ما رو به جلو برد، آهن و فولادی که تولید میکرد به کجا رسید. و خیلی جالب بود. و کارمند بازنشسته ای که قاعدتا کسی بوده که از اون ابتدا جون کرده، زحمت کشیده، اومده جوانیشو گذاشته، امروز باید معطل حقوقش باشه؟ بابا نمیدونم، به خدا مرکز اسلامی بورکینافاسو رو ببندید و حقوق کارمندا رو بدید، اونجا دلار دارید میدید. این تلویزیونای لعنت آخرت و دنیا رو، سحر و کوثر و امام حسین و امام حسن و عباس، اینا رو ببندید. این دلارهایی که میره اونجا هزینه میشه، میتونه حقوق کارمند نیشکر رو بده، کارمند زباهن رو بده، کارمند جاهای دیگر رو بده که پولاشون رو ندادید. میتونید بدهیاتون رو به مردم بدید، 560 هزار میلیارد تومن بدهی دولت، و بعد پولای ما باید بره سوریه خرج بشه، 13 میلیارد باید بره تو جیب حسن نصرالله، و کارمند زباهن ما اینجور تو این سرما، تو این گرفتاری ها شب عید حقوقشو نگیره. هموطن بعدی. حالا با عرض سلام، این پیغام برای آقای فهمیم سخن هست. میخواستم از ایشون تشکر کنم. آقا برنامه شما خیلی جالب و مورد توجه هست، مخصوصا این موسیقی های عربی رو که میذارید واقعا قشنگه. حالا لطف فرمایید در برنامه آینده تون، الان امروز روز دوشنبه شب ساعت حدود 12 شب در نیویورکه، خواهش میکنم برای وقتی که این خواننده ها رو میذارید لااقل یه اسمی هم بگید که ما هم بتونیم اینا رو پیدا کنیم، ازشون لذت ببریم. موفق باشید. ایران فردا بسیار بسیار خوب و نیکوست. قربان شما. سپاسگزارم دوست نازنینم. یه خبر خوب دیگه بهتون بدم. دوست هنرمند، شاعر بزرگ، طنز پرداز نمبر وان، هادی خرسندی که همیشه لطف داشته به من و به ایران فردا، یه مدت به خاطر سفراش، برنامهاش در کار تعطیلی پیش اومده بود، ولی ما هادی رو رها نمی کردیم، تکرار هم شده میذاشتیم، برای اینکه ایران فردا جای هادی هست.
هادی خورسندی عزیز. و حالا خوشبختانه از هفته پیش برنامه ها دیگه به صورت مداوم برای شما پخش خواهد شد. هادی و گربهش فهمیم سخنم که داریم، دو برنامه طنز دیدنی و بسیار از این بابت خوشحالم. اما عزیزم در مورد ترانه ها که میگید، خب نمیشه هر ترانه رو اعلام کرد، ولی قاعدتا به نظرم حالا شاید بتونیم صحبت کنیم در پایان برنامه اسامی این ترانه ها نوشته بشه. حالا امیدوارم بتونیم این کار رو بکنیم که ترانه ها رو هم شما بدونید چی هست. ولی تو برنامه چمتا قاعدتا ما ترانه هایی که میگذاریم همه هویت دارن، ترجمه فارسیش هم هست و بنابراین شما اونجا هم میتونید بسیاری از ترانه های زیبای عربی غیر عربی رو هم در اونجا مشاهده کنید و بشنوید و لذت ببرید. هموطن بعدی. سلام عرض کردم جناب آقای دکتر علیرضای نوری‌زاده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من داشتم برنامه آقای فیلم سخن رو میدیدم، دلم نیومد زنگ نزنم. باور کنید آقای دکتر نوری‌زاده، تمام برنامه هایی که شما میذارید عالی و واقعا روشنگری رو در حد عالی، به خصوص برنامه آقای فیلم سخن، برنامه خودتون های دوستون نوری‌زاده، برنامه های اسداللهی، ارزم به حضورتون نمیدونم واقعا دستتون درد نکنه، خسته نباشید، خسته نباشید. برنامه خودتون بی نظیره واقعا، تمام برنامه های شما نمیدونم کدوم رو بگم، خواستم قدردانی کرده باشم و تشکر کرده باشم. سپاسگزارم نازنین، ممنونم ازت. حتما سخنم خیلی خوشحال شده یا میشه وقتی بشنوه، و همینطور آقای مسعود اسداللهی عزیز. ممنونم از این همه لطف و مهر. هموطن بعدی. سلام جناب آقای نوری‌زاده، انشاءالله حالتون خوب باشه. من از ایران زنگ میزنم. چند تا پیشنهاد داشتم که اینو انشاءالله بعدا زنگ میزنم. حالا فقط یه چیزی خواستم خدمتتون عرض کنم، اگه قبول کردین این عوض کنید. این شیر و خورشید رو بسیار کار خوبی میکنید میذارید، ولی اون شمشیری که دست شیر و خورشید دادی قمص یا یه چوبه؟ اقلا شما شیر و خورشید سابقه اگه نگاه کنید شمشیر یه انحنایی داشت. حالا خواهش میکنم اگر امکان داره اینه درست کنید، بعدا اگه این درست شد من پیشنهادهای دیگه هم خدمتون خواهم گفت. به امید موافقیت شما و کارکنانتون خداحافظ. سپاسگزارم رامین جان، شنیدید، امیدوارم یه شمشیر آخته پیدا کنید. حالا بعضی از دوستان اصلا میگن آقا شمشیر رو نگذارید، ما ملت صلح دوستی هستیم و نباید در نشان ملیمون و آرم پرچممون شمشیر باشه. اما اگر فلسفهشو برید بخونید میبینید که همه اینها لحاظ شده در این شیری که شیر و خورشید زیبایی که من نمیدونم چقدر بی سلیقگی میخواد، چقدر دشمنی با ایران میخواد که آدم این آرم رو برداره بعد آرم سیکای هندی رو بگذاره. خیلی برای من عجیب. بله هموطن بعدی. سلام، از ایران زنگ میزنم. میخواستم تشکر کنم از برنامه های خوبتون. همه برنامه هاتون خوبه، بسیار گیراست، تماشایی من تلویزیونم فقط روی ایران فردا روشن میشه. برنامه چهره ها فوق العاده است، چندین و چند بار میبینم. میخواستم از همه زحمت کشان این برنامه و آقای نوری‌زاده هم تشکر کنم. بسیار بسیار عالی، خواستم ممنونتون هستم. سپاسگزارم بانوی گرامی. هموطن عزیزم خوشحالم در ایران هستید و برنامه ها مورد نظرتونه. نهایت آرزوی من اینه که بتونیم واقعا یه خدمت فرهنگی در حد محدودیت هامون ارائه بکنیم. هموطن بعدی. سلام عرض کردم خدمت آقای دکتر، همکاران عزیز، دوست داشتنی و انسان دوستشون. آرزو موفقیت براتون میکنیم. شما عضوی از خانواده همه ایرانی ها شدید. هر شب شما رو تماشا میکنیم.
به جز روزای جمعه تا دوشنبه. به هر حال براتون آرزوی موفقیت میکنیم، در پناه خدا باشید. خدا حافظ همتون. به آقای مسعود اسداللهی هم سلام عرض میکنیم، خدمت همه همکارا سلام عرض سلیمان از دوستتون داریم. خدا حافظ، خدا نگهدارتون. سپاسگزارم هموطن عزیزم. من چه بکنم در برابر خدا شاهده، باور کنید من این پیام ها رو نمیشنوم. پیام ها میاد و پشت هم پخش میشه، انتقادی هم باشه پخش میشه، همه رو من دوست دارم همه پیام ها رو بشنوم. بعد در طول روزم در بین برنامه ها ما بعضی از این پیام هایی که هست به ترتیب اینجا نشده پخش بشه اونجا پخشش میکنیم. هموطن بعدی، با سلام و درود فراوان خدمت دوست عزیزمون آقای سرور ما آقای علیرضا نوریزاده، ما یکی از بچه های خود آبادان هستم با شما تماس میگیرم. میخواستم برام نون توضیح بدید که چجوریه که خداوند در قرآن در آیه آل عمران سوره 67 میگه که ابراهیم یهودی نبود، ابراهیم مسیحی هم نبود، مشرک هم نبود، او یک مسلمان کامل بود. ما کان ابراهیم یهودیم. چجوری میشه که قبل از پیامبر اسلام که آورنده دین اسلام باشه یه نفر مسلمان بوده؟ اینو میتونید واسه ما توضیح بدید؟ البته دی این سوره آل عمران تو 7 قرآن مختلف 7 سوره مختلفه، میتونه 66 67 68 و 69 باشه. قربون شما آی نوریزاده، همه بچه‌های آبادان فدای تو میشن، ما تو سرور مایی برار. قربونت برم عزیزم، چه بگویم در برابر لطف و مهر تو. ببین عزیزم، اصولا کلمه اسلمه و اسلام و سلام، یعنی تمام اینایی که ریشه ای از اون دوستی و صلح و واژه بسیار زیباییش دارن و من مخالفم بعضی هم آن نگید سلام، چرا نگیم، خیلی قشنگه. در حال همه اینها در جاهای مختلف قرآن به تعابیر مختلف اومده. اسلمه که راجع به حضرت ابراهیم گفته میشه به خاطر اینکه تمام پیامبران قوم یهود مورد احترام اسلام بودن. پیامبر اسلام در سفرهایی که قبل از بعثت به شام داشته با کاروانی که متعلق به همسرش بوده، در دیرهای مسیحیان، کنیسه‌های یهودیان و آتشگاه‌های زرتشتیان توقف می‌کرده. یعنی به جای اینکه بره توی قهوه خونه یا اونجا استراحت می‌کرده. و همونجاست که با دین یهود و مسیحیت و زرتشتی آشنا میشه. مثلا در قرآن در خیلی جاها شما اثری از آیین زرتشت رو میبینید و یا تمام اون قصاص که برگرفته از یهودیان و مسیحیان هست. بنابراین این که پیامبران پیشین چون موحد بودن در توحید با مسلمانان شریکن و پیامبر اسلام به عنوان خاتم النبیین ازش یاد میکنه. بنابراین ابراهیم که در واقع پدر بزرگ پیامبر به حساب میاد، جدش و پیامبری است که جزء پیامبران اولوالعزم، این است که در قرآن هم از او یاد شده. اما این اسلام به معنای اون اسلامی که پیامبر آورده نیست. در اونجا اسلام به معنای وحدانیت خدا رو باور داشتن و طالب صلح و دوستی و آرامش بودن است. ممنونم ازت، امیدوارم در با بضاعت مزجاتم با اون اندازه‌ای که دانشی دارم پاسخ شما رو داده باشم. درود به همه بچه‌های آبادان. این ویدیوهایی که درست میکنن به عنوان آبادانی خیلی هم مورد استفاده منه، واقعا ازشون سپاسگزارم، کار درخشانی میکنن. هموطن بعدی، درود بر شما آقای علیرضا نوریزاده. میخواستم ببینم که چطور شد که این امامزاده ها همشون اومدن تو ایران مردن و در کشورهای دیگر ما تبخ امامزاده نداریم. قربان شما، روز خوشی داشته باشیم. بدرود. دوست من، داریم. شما عراق هم میرید فراوون هست، منتها به عنوانی که ما نگاه میکنیم بهشون نگاه نمیکنن. با
به عنوان یه پیر خردمند، به عنوان یک حکیم، به عنوان یه انسان خوبی که بوده. همین داعش توی موسل که رفت تمام این مزارات رو نابود کرد، یا القاعده که توی یمن رفته بود پر بود توی یمن، منتها اینجوری مثل مال ما نبود، یه مسجد بود. من مغرب مثلا رفتم سیدی فلان، خب این سیدی فلان که میگن از اهل بیت بوده، یا در مصر فراوون شما از اینا دارید، اما یه مسجد ساده است، مردم میرن نماز میخونن، یه گوشش هم یه قبریه، میگن آره این مالی آدم صالح بوده. این دکون رو آخوندهای ما را انداختن، یه مقدارم سرایت دادن به آخوندهای عراق، یا شاید اونا به ما دادن. به هر حال این دکون اینه که امامزاده عین و قین و امامزاده بیژن و امامزاده سید گارنیک درست میکنه. اینا همه دروغ و فریبکاری است. در زمانی که خلفای عباسی در بغداد حکومت میکردن، خب امام یکی از ائمه ما در زندان در میگذشت یا به مرگ طبیعی میمرد، فشار بر خانواده زیاد بود و اینا میمدن ایران، چون ایرانی ها به خاطر اون عداوتی که داشتن با فاتحان سرزمینشون نسبت به اهل بیت که در مظلومیت واقع شده بودن توجه داشتن. اولین حکومت شیعه حکومت دیلمیان در ایران، آل بویه عزادالدوله چه میکنه؟ عزاداری عاشورا رو راه میندازه و درست همون سیاوشون که عزاداری برای سیاوش بوده تبدیل میشه به عزاداری عاشورا و تعداد زیادی از اینا میان. یه مدت هم علویان بر طبرستان حکومت میکردن، به همین دلیل مازندران و گیلان از همه جای ایران بیشتر امامزاده داره، تقریبا در هر شهر و روستا میرید یه امامزاده هست. اینا اولاد همون علویان حاکم بودن که ایشون حسن مسنا بسیار آدم خونریزی بوده، هزاران تن رو گردن زده و یکیشون هم اینقدر تخمه دوست داشته که کیلو کیلو میده تخمه براش مغز میکردن مشمش میخورده و یه بار از بس زیادی تخمه میخوره میمیره. در حال داستانهای فراوانی است در این حد بسنده کنیم. هموطن بعدی. با درود به گردانندگان رادیو ایران فردا و تلویزیون ایران فردا مزرم میبخشیم. یه انتقاد شدید داشتم به آقای اجازی در برنامه گلگشت. ایشون با من یک مفصل و یک در واقع میزبان یک برنامه متاسفانه نشون دادن که یک طیب خاطر و یه علاقه شدید عشق بی حد و حسابی به حزب دموکرات آمریکا دارن و هر روز دوست دارن مستقیم فقط برای این حزب تبلیغ کنند، مثل که اصلا از خود آقای اوباما ایشون دموکرات تر هستند. اگه یک میهمان برنامه بود خب باید که دارم میتونست مسئله تحمل بکنه، ولی شما مونه گردانده یه برنامه فکر میکنم باید سکن داره خودشون احساساتشون رو کنترل بکنن، چون این احساساتی شدن باش میکنه این مداری از واقع بینی و واقع نگری سیاسیشون دور بشن به حدی که در حد و شن این برنامه شما نیست. منظورم برنامه گلگشته و آقای اجازی مرسد کردم. بسیار ممنونم دوست عزیز. آقای حسین حجازی که از همکاران عزیز منه که بسیار براش حرمت قائلم، انسانی که در این کار مهارت داره، در مصاحبه سابقه بسیار طولانی داره و یک آدم دموکراته، هیچ وقت هم پنهان نکرده. من یادم یه وقتی که من از اوباما انتقاد میکردم امریکا که بودم با هم بحث میکردیم و انسانیست به دموکراسی مؤمنه، به حزب دموکرات امریکا رأی میده چون یه شهروند آمریکایی هم هست، ولی من ندیدم کمتر در برنامه‌اش تعریف بکنه، ممکنه نظرشو ارائه داده باشه. برنامه گلگشتم یه ویژگی حالت خاص داره، مجری و مصاحبه شونده نیست، در واقع گاهی اوقات تبدیل میشه به دیالوگ و بحث و من خیلی برنامه رو دوست دارم و تماشا میکنم. حالا میگم با آقای حجازی یکمی کمتر از دموکرات ها تعریف بکن. هموطن بعدی. آقای دکتر سلام، ضمن از خسته نباشید دکتر. یه معلم بازنشستم الان 7 ماه حقوقم رو قطع کردن بدون هیچ مدرک و بدون هیچ دلیلی، به هر جایی رفتم مصمم سمر واقع نشد، نمیدونم چی کنم، خواهش میکنم کمکم کنید اگه امکان دارد.
تشکر میکنم. دوست من، ای کاش، ای کاش من نمونه های از صحبت این دوست رو بسیار برام میاد، خصوصی به صورت ایمیل یا تلفن یا مسیج، و من متاسفم که در این زمینه ما کاری نمیتونیم بکنیم، ولی واقعا برای دولت شرم‌آوره، برای دولت جمهوری اسلامی. 167 به اصطلاح رایزنی فرهنگی و خانه فلان و بنیاد قدیر و بنیاد چپ و راست، تقریب بین المذاهب الاسلامیه، اومدن 178 نفر مفخور اومدن تهران، یه قالی و زعفران و سکه و پول هواپیما و فرست کلاس بیان و برن و تو بهترین هتل اقامت، که چی؟ که یه بیانیه آخرش بدن آقای عراقی بیاد بخونه. چرا حقوق معلم ها رو نمیدید؟ چرا الان دوباره یه برنامه درست کردن؟ مقاومت فلسطین به شما چه ربطی داره؟ 22 کشور عربی هستن، فلسطین هم اونجا هست، و این کشورهای عربی هم مسئولیت دارن. قطر 1100 تا خونه درست کرد تو غزه، شما چی کاره اید؟ به شما چه ربطی داره؟ هی 4 تا گروه کچل دعوت میکنن بیان بشینن اونجا قر بزنن و حرف بزنن و بعدن با کیف پر پول برن. وقت معلم ایرانی چقدر دردناکه 7 ماه حقوق نگیره، چجوری قضا از گلوتون میره پایین شد؟ هموطن بعدی، سلام. لطفاً اگر ممکنه از آقای چالنگی میخواستم خواهش کنم در تفسیر خبر از آقای حسن دایی دعوت کنم، ایشون مفسر بسیار خوبی هستن. ممنون، خدا سپاسگزارم. بانوی گرامی، آقای حسن دایی دوست عزیز و بسیار همونطور که گفتید تحلیلگر خوب، فکر میکنم آقای چالنگی دعوتشون هم میکنن در برنامه های آقای چالنگی. فکر کنید 5 روز در هفته هر بار 2 نفر 3 نفر در برنامه ها هستن، و آقای دایی هم به نظرم میان، یکی دو بار من مشاهده کردم. چشم، باز آقای چالنگی هم حتما شنیدن. ممنونم ازتون. هموطن بعدی، با سلام آقای نوریزاده، تشکر میکنم. از دیار سربداران شهرستان سبزوار تماس میگیرم. خیلی ممنونم از برنامهاتون، تشکر میکنم، خیلی دوستتون دارم. ما سبزواری ها واقعا دوستتون داریم آقای نوریزاده، میدوستم. خدا نگهدار. سپاسگزارم فرزندم. درود من به سبزواری ها. من از دیرباز ارادت با حاج ملا هادی داشتم و به مردم سبزوار، دکتر قاسم غنی، به آدم های نازنین و بزرگ، و درود به همشون میفرستم. دکتر امینم بود از هم دانشکده ای ها که بعد پروفسور شد و اونم از اون ولایت، خیلی هم خوب اونجا رو میشناس. بعدم قاسم رسا زنده یاد، یادشون بخیر، و خود پدرش مرحوم رسا، که این آدم در طنز به حد بلاغت رسیده بود. حالا یه بار باشه براتون یکی دو مورد شو بگم. آخرین پیام رو هم بشنویم، به من میگن وقتمون به پایان رسیده. با عرض سلام، با عرض درود به آقای نوریزاد عزیز. آقای نوریزاد، من یه سوال داشتم، لطف کنید من جواب بدید. این تفاوت دین محمد با عمر، عثمان، ابوبکر یا خمینی و ابوبکر بغدادی رو به من لطف کنید جوابش بدید. درود بر شما دوست من. من در برنامه خودم به این مسئله خواهم پرداخت. ابوبکر بغدادی یک جنایتکار آدم کشه که سر میبره، به نوامیس مردم تجاوز میکنه، او و پیروانش. اینا رو قاطی نکنیم برای چهره ها و شخصیت هایی که برای میلیون ها انسان محترمن. ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوریزاده، تا هفته دیگر همین ساعت همین جا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.
فردا